خب بیندای گرامی، از تورنتو آغاز میکنیم، به وطن میریم. تورنتو حرفای ما کمی شاید واضح تر و به مزاح بعضی ها برابر نباشه، ولی ناگزیر هستیم که حرفای را خدمت شما تقدیم کنیم. بروز جمعه بیندای گرامی، هموطنان فاریابی و ترتبار ما اطلاعی را که در او از تجمع اعتراضیشان در برابر آنچه در کشور و خصوصا بر هموطنان هازبک و ترتبار ما در شمال کشور میگذرد در برابر کنسولگری افغانستان در تورنتو یاد شده بود که برای ما برای نشر روان کردن و ما هم بدون تصرف متن از اونها را در صفحه گذاشتیم. اما ما فراموش کردم در ابتدا که اشاره کنم که متن برای ما ارسال شده. هنوز چند دقیقه از نشر مطلب تیر نشده بود بیندای گرامی که ده ها تن از هموطنان عزیز ما، هموطنان پشتو زبان ما، با استفاده از کلمات زشت و رکیک با اطلاعیه برخورد نمودن. خب در یک جا من اونا را حق میتونم که انتقاد کرده بودن، اونا تصور میکردن که ما تلویزیون و یا شخص خود من نصیر خالتی را راه اندازی کردیم. حرفایی در نخست احوالی ما و سید کردن و وقتی ما توضیح دادم بازم چشمانشان کار نکرد. انتقاد هموطنان ما این بود که چرا صدای اعتراض بر علیه غنی و چرا حمایت از زورگویان؟ خب و اینا تقاضا کرده بودن که هیچ کس حق ندارد اقدام به چنین کار در مقابل غنی بابا کنه. در قدم نخست برای هم به تنان خود برز می رسانم که شما کی و چی کاره که به دیگران دستور بدین که حق انجام ای کار داری، حق انجام ای کار نداری و برای از اونا شما خط مشتین کنین که در اینی محدوده اگر هستی خوب، اگر نیستی تو لندغر هستی، لچک هستی، از این وطن نیستی، خائن هستی، بیگان هستی، مربوطی وطن نمیشی. ما بسیاری کامنت از اعتداد برداشتم بینده گرامی، اما نوز هم از کامنتاشان شما برین بخوانین. واقعا انسان متاثر میشه که چرا یک عده که در داخل کشور هم وطنان ما را به نام قوم و قبیله به گروگان گرفتن و هر روزانه صدها جرم و جنایت در برابر مردم کشور ما انجام میتن، در بیرون هم چنین اشخاص وظیفه گرفتن که هر کسی که صدای اعتراض بلند کرد شما عاجل حمله کنین. مشخص است که اموش عرفای که گفته میشه که تیم شورای امنیت به رهبری اطمر خائن و کسانی از ریاست جمهوری وظیفه گرفتن که در فیسبوک ها چنین فعالیت کنن و در برابرش پول به دست بیارن. این گونه اشخاص به نظر من خائن ترین افرادی هستند که اینا هم خود و خرد و وجدان خود میفروشند به خاطر از اینکه بر دیگران بتازند. اعتداد فراموش کردند که امروز در کشور ما هر کسی حق داره اعتراض مدنی کنه. امروز در کانادا هر کسی حق داره اعتراض مدنی کنه. مگر هموطنان پشتو زبان ما وقتی رفتن در مظاهره پشتونستانیا شرکت کردن دیگه هموطنان ما اعتراض کردن؟ همین هنرمند پاکستانی چند روز پیش آمده بود، همانقدر تشویق، همانقدر تبلیغی که در رابطه با کنسرت هزی کردن و کارهای در اونجا انجام شد، آیا دیگر را انتقاد کردن؟ نکردن. پس شما کی و چه کاره که بر دیگر را بتازید و اونا را اجازه ندین که این کار کنین این کار نکنین؟ به هر حال هموطنان ما دیروز رفتن و ما در فیسبوک هم برشان نشته کردم. اگر شما اراده دارین و اگر واقعا مرد میدان هستین، تنها نویسنده های فیسبوکی نیستین، محبت کنین برین به تعمیر کنسولگری و شما هم نقطه نظراتتان با اونا بگوین و در اتفاق برسین.
توهین کردن و دشنام دادن و تحقیر کردن فوق بی‌منطقی یک انسان است. کسی که از جاده منطق خارج میشه او رو میاره به توهین و تحقیر. و امروزی کسایی که در فیسبوک به نام پشتون در دفاع از پشتون قرار گرفتن واقعا یک جفای بزرگ را به نفع هموطنان ما در داخل کشور و در بیرون انجام میدن. چون ما یقین دارم که 90% پشتون های ما اساسا از این مسائل خبر ندارن و چند معاملگر و حجیر در سطح قرارتا و چند نوکر استخدام شده فیسبوکی است که این مسائل اینا دامن میزنن تا اقوام افغانستان در برابر هم قرار بگیرن. البته ما در تورنتو بریم وطنام اصلا چند تنی که تازه آمدن و با پولای بسیار باد کرده آمدن که هر روز ما میبینیم که پولهای اینا مصرف میکنن که کارشان معلوم نیست که چی کار هستن ولی پولهای مصرف میکنن. بعد از اینا خدمتشان عرض کنم که ما اگر خود ما بخوایم کار را انجام بدیم ما بدون ترس و بدون واهمه از هیچ کسی کار خود را پیش میبریم، چون صدای ما صدای حق است. ما به خاطر وطن و به خاطر مردم ما در گوشه گوشه وطن صدای خود را بلند کردیم. برای ما قومیت هیچ مهم نیست. وی که شما تلاش دارین که همه چیز شکل قومی بتین، در تورنتو حداقل شما موفق نمی باشین. و کسایی تازه آمدن از پیشینان صبر کنند که آیا ما در برابر زور و زرتالا تسلیم شدیم؟ نشدیم. حرفهای بوده در گذشته، مثلا انتخابات اتحادیه افغان ها در گذشته بود که عامل بدبختی و مصیبت شد برای ما. چند سال وقتی که در انتخابات آقای وافی در مقابل امان علومی قرار گرفتن و آقای وافی باختن، کسی از میان جمع صداقت که صداش تا هنوز هم ثبت است که علیکه ما پریجده چود داد پختنو نیندیم، ولی او صداها زود خوابید و دوباره هموطنان ما کنار هم قرار گرفتن، اختلافات فراموش کردن. ما خوب یادم از یکی از آرسی ها همین هنرمند ما همین لحظه در تورنتو آقای عبیب شریف که رفتم که به دهن دروازه عروسی است بسیار وارخطا وقتی ما ردید با پریشانی آمد سوار کرد تو چی میکیم؟ رفتم آمدیم به شین خوری چرا رفتم تو پریشان هستی؟ برای من یک برادر میگه که اگر آستابرو را تو پشتو میخونی خوب، اگر نمیخونی دیگه سر استیج بالا نشو. و ما خنده کردم برش گفتم خوب است خواندن استاد قمرگل بخونید که رو رجده کده بونه آشنا. و امی آهنگ آقای شریف خواندن و استقبال شدن. اینی بعضی هاست که بلده اکرامی از این سالها اگر در تورنتو بتیم زیاد است ولی عمیق نبود. آیستا آیستا اختلافات پس از بین رفت، هموطنان ما در کنار هم قرار گرفتن تا دو سال قبل. اما دو سال قبل وقتی که اختلافات شروع شد و یک اقتداد جوان های معلوم الحال که آمدن و ما از طریق فیسبوک و تلویزیون هم برای اینا بار گفتیم، اما گوششون کرست و چشمشون نابینا، ولی فعالیت های اینا وقتی بیشتر شد که خانم شنکای کروخیل به صفت سفیر اینجا آمد و ملاقات هایی داشت و یک تعداد بسیار تشویق کردن که شما باید اینی کارا را کنید، نه تا بالای دفاتر دیگه اینا فشار آوردن که شما باید این دفتر را به رسمیت بشناسید، این لست کار اعضای تان روان کنین و این کارا را کنین. و همین قسم سفیر موازی از این کارهایی را در تورنتو انجام دادن که ما صدای خود بلند کردیم و اعتراض کردیم و تا جای هم این فعالیت ها را تقریبا نیمه خفه ساختیم. و ما همیش به حراس مسائل برای هموطنان خود گفتیم و بیمه حراس نداریم. بار دیگه تکرار میکنم هموطنان عزیز، به شما هیچ کس حق نداده و هی حق ندارین که به کار دیگران مداخله کنین، هی حق ندارین که به دیگه اقوام افغانستان از عادت قوم شریف پشتون بگین که شما حق فعالیت ندارین. در هر گوشی وطن ما، اگر هموطنان ما در تورنتو چی هزاره چی بلوچی چی پشتون و چی ازبک و چی هزاره و چی تاجک، اینا حق مدنیشان است. این افغانستان نیست که برن یک انتحاری رو برش روان کنن که صدا را خفه بسازه، یا مثل که آیودسه که در فاریاب رخ داده کنوز ایچ اونقه جنایت قدر زیاد است که دانوز کسی را پول نداده. اینجا کانادا است، کشور دموکراسی است
و این هموطنان ما حق دارن صدای عدالت خواهی خود بلند کنن، صدای دادخواهی خود بلند کنن. این که نتیجه میتن نمیتن معلوم نیست، این که صحیح صدا به گوش کسی میرسه مشخص نیست، اما حداقل هی هموطنان ما اما احساس مسئولیت خود در برابر هموطنان در بند ما در داخل افغانستان میخوان نشان بدن و این حق شما نداره و بسیار بی‌شرمانه است برای شما که در صفحات فیسبوک نشته میکنین یک تعداد لچک ها و لندغه را. وقتی شما چنین چیز نشته میکنین از آدرس قوم شریف پشتون نشته میکنین، چی تصور میکنین شما؟ آیا واقعا دیگه اقوام افغانستان در برابر تان حساب نمیکنین؟ آیا شما به قوم پشتون خدمت میکنین یا جفای بزرگ را به قوم پشتون شما وارد میکنین که اونا را از صفوف مردم جدا میسازین؟ امیدوار هستم هموطنان ما این گونه اشخاص که به نام های مختلف در فیسبوک نشته میکنن و یک تعدادشان در تورنتو هست و مشخصا از آدرس شورای امنیت حنیف اطمر اینا می نویسن، اینا را شناسایی کنن، در مجالس خود را نتن، به حرفای از اینا گوش نکنن. در غیر از او این وضع روز به روز بدتر شده میره. وقتی که اینا مردم در فیسبوک به نام لندغر و به نام لچک و به نام بیگانه و به نام مسافر و به نام مهاجر یاد میکنن، بالاخره اینا هم صدای اعتراض خود بلند میکنن. همیست که اونمو جنجالایی را که در داخل افغانستان است، همین جنجالا را اینا به داخل کانادا میارن و زندگی آرام مردم ما را در اینجا به هم میزنن. ما بارها گفتیم که نه در افغانستان نه در تورنتو هیچ قوم نسبت به قوم دیگه برتر نیست، هیچ قوم امتیاز بهتر نسبت به قوم دیگه نداره. حتی کسی که خود اکثریت میگه با اونم اون دوی افغانستان که یک صد هزار هستن هیچ تفاوت نداره جز اختلاف مذهبی و باورهای دینی. در جاد انسانیت همگی یکسان هستن و یک جا روان هستن و تا ما ای اصلا در زندگی خود تطبیق نکنیم که ما در برابر همدیگر مسئولیم، تاجک در برابر پشتون، پشتون در برابر تاجک و هر دو در برابر خوزبک و هزاره و همچنین بر هر، تا ما احساس مسئولیت در برابر همدیگر نکنیم، تا ما همدیگر پذیر نشیم، تا ما ای ریشه های اختلاف اینم تک ما امروز برای شما گفتیم بررسی نکنیم و از بین نبریم، اینمی هاش است و اینمی کاسه. اونمو حجیرهای مزدور که از وجدان به دور هستن ماش میگیرن و تفرق انداخته میرن و هموطنان ما را به جان همدیگر انداخته میرن. آیا ما همین قسم زندگی را خوش داریم؟ اگر چنین زندگی را ما در کانادا خوش داریم، پس هی حق نداریم که در افغانستان ما انتقاد کنیم. یعنی گنج خود حداقل پول سر با سرنوشت مردم بازی میکنه، استخبارات از با مردم زندگی مردم بازی میکنه، سیاستمدار از گروگانگی از معامله کرد، هزار مصیبت در کشور جاری است، پس بار ما چرا محکوم کنیم؟ در حالی که ما در اینجا که نه سلاح داریم و نه تفنگ داریم و نه زور داریم و نه هیچ نداریم، نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم و یک راه حل را برای حداقل زیست با همی در اینجا پیدا کنیم. خب با این مختصر بینده گرامی امیدوار هستم که دیگه این هموطنان گرامی ما که در تورنتو هستن و عاجل در فیسبوک ها نشته میکنن بعد از این متوجه باشن و ما یقین دارم اگر بعد از این ها نشته کنن دیگر هم برشان زشتر و تندتر نشته میکنن و امی محیط سالمی را که هموطنان ما در 30 سال در اینجا داشتن اینا به هم میزنن. خب سر میزنیم به کشور بیندایگرامی. ما مطالب زیادی را از گوشه و کنار امروز انتخاب کردیم خدمت شما تقدیم میکنم، از افغانستان تا خراسان، از خراسان تا افغانستان و نظریات هموطنان عزیز ما. شما فقط به دقت گوش کنین این نشته‌ها را که من برای شما بعد نشته‌ها را میخوانم به این معنی نیست که من با این نشته‌ها موافق هستم، ولی صرف به خاطری میخواییم که شما بشنوین، قضاوت کنین، از طرز دید نویسنده ها برداشت هایتان کنین و در فکر ازی شدیم که چگونه ما میتونیم که از اینمی مصاحب خود بیرون کنیم و یک جامعه سالم بسازیم. ما همیش دیگه کشورها رو مثال قرار میدیم، مثلا شما فیسبوک بخوری بعض هموطنان رو مشته میکنن که به جامعه ایرانی ها نگاه کنین، به جامعه این کشور نگاه کنین، یا سیاست مداران ما که من قدر از خرد به دور هستن که همیش سیاست مداران دیروز اینا مثال قرار میده که این بزرگی کرد و
وانی یک نظر با خود نمیدیشیم که پس ما چی کردیم برای خود؟ همین سیاست مدارای ما برای خود چی کرد؟ چرا اینات گذشته رو مثال میدن که فلانی قهرمان و فلانی رهبر و فلانی شنشاه و امیر، چرا خود اینا رهبر و امیر نمیسازن؟ ما هم بلد از این که با گذشته پیوستیم به حال توجه نمی کنیم و آینده رو فراموش کردیم. رهبری که خودش انوز خود نشناخته و از آدرس دیگر را خود بعدا معرفی میکنه، پس او رهبر نیست. و یا ماهایی که انوز خود ما خود نشناختیم، در جهت اصلاح و تغییر خود کوشش نمیکنیم، دیگر را برای خود مثال میتیم، به این معنی است که ما انوز خود درک نکردیم.